اینجا هر کسی با سطحش، آمادگیش، سنش، وزنش اینجا میدوه یا نرمش میکنه. خدمت شما عرض کنم که ما اینجا یک کارگاه داریم، کارگاه کاربردی. کسانی که مشکلات آناتومی دارن، مشکلات فیزیولوژی دارن، اینجا ما سعی میکنیم که مخصوصاً مشکلات آناتومیشون رو با حرکت‌های اصلاحی هم در پیشگیری و هم در کنترل به اینا کمک بکنیم. محدودیت سنی نداریم، ورزشمون ورزش سلامته. بعد عرضم به خدمتتون که توی جامعه‌ای که الان ما هستیم بسیار مریضی‌ها زیاده از نظر روحی جسمی، مردم نیاز دارن به این که فعالیت بدنی داشته باشن و این باید حتما گنجونده بشه توی سبد خانوار، باید فرهنگ سازی بشه. ما متاسفانه توی تهران دو تا همچین سالونی داریم، یکیش پایین شهر خیلی دوره، یکیش هم مرکز شهره و کلا ما میتونیم یک سانس اینجا کلاس برگزار کنیم، در صورتی که ما انقدر باید از این سالونا تو تهران باشه، انقدر مربی ها باید باشن که بتونن به مردم خدمت بکنن، این مردمی که واقعا نیاز دارن. و من خیلی خوشحالم که خدا این توفیق رو به من داده که بتونم خدمتگزار مردم باشم و امیدوارم که بتونم این راهو ادامه بدم. من سه روز در هفته ثبت نام کردم ولی انقدر مراجعین بیمار و کار علمی دارم که متاسفانه یک یا دو روز میتونم حضور پیدا کنم، اما همین حرکات رو مستمرن در خونه بعد از اینکه مراجعه رو دیدم، در پیاده روی های مستمر و بهانه های مختلف یا در پارک های نزدیک شهر انجام میدم. تأثیر شخصی بسیاری در روحیه خودم که کارم روحیه سازیه برای مراجعینم و در خانواده و بدون تردید در عمر و سن و سلامتی تأثیر بسیاری رو من دیدم. نزدیک 40 ساله که در خدمت استاد مالکی هستین و بابکجان عزیز بسیار بسیار موثر بوده تو رفتار من، راندمان کاری من، حتی مسائل خصوصی شخصی خانوادگی. و انگیزه‌ای که استاد مالکی به من داده، در سن 65 سالگی رفتم مربیگری آمادگی جسمانی رو گرفتم، سن 67 سالگی رفتم مربیگری تیاریکس رو گرفتم، یعنی همش انگیزه انگیزه و امید. نظم ایشون، علم ایشون و در کنار مسائل جسمانی مسائل روحی روانی است که هممون تمام دنیا، ولی خب حالا شاید منطقه ما یکی رو بیشتر بهش احتیاج داریم و من هر چی که احتیاج دارم اینجا بهم داده. سه روز در هفته ما اینجا میایم و تمرین میکنیم. از سال 78 من اینجا میام، فوتبال هم حرفه‌ای بازی میکردم ولی همیشه کلاسای استاد مالکی رو میومدم. ما از یه نوجوان 18-19 ساله داریم تا یه فرد 95 ساله و وقتی که مخصوصا ما حدود مثلا کل اینا 10% که بازنشسته هستن، اینی که برن تو پارکا بشینن عصا دستشون بگیرن، میان اینجا با شرایط خودشون حرکت میکنن، ورزش میکنن. شما وقتی که ورزش به اصطلاح آماتوری، ورزش آمادگی جسمانی، تربیت بدنی رو انجام میدید، در مغز شما هورمونی ترشح میشه به نام بتا اندورفین، شما بعدش یه احساس خیلی خیلی خوبی داری. این افراد مسن وقتی تو گروه قرار میگیرن امید به زندگیشون خیلی بیشتر میشه. ما در جامعهمون، من بدون اغراق عرض کنم، بیش از 10% فعالیت فیزیکی ندارن، همه زندگیشون شده ماشینی، ولی اینا میان و ورزش میکنن.